درود به یکی که شما دوستان خوب و گل عزیزم، امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید شاد، سلامت، تندرست، پیروز، موفق و مثل همیشه عاشق باشید. خدمتگزار کوچیک شما مهرزاد هستم با یک کار دیگه از مجموعه فرازمینیان. دوستان عزیزم، افتخار اینو دارم که در خدمتتون دقایقی رو باشم. نمیدونم از کجا باید شروع کنم، ولی بهترین راهی که میتونم این کار امروز رو به شما معرفی کنم اینه که شما رو بازگشت بدم به دو سه ماه قبل و مجموعه کاری که من با عنوان گزارشات فوق محرمانه سازمان CIA به مرحوم جناب آقای رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا بود، ارجاع بدم. اگر اون سری برنامه های ساخته من دیده باشید، متوجه شدید که در اون سری از گزارشات به واقعی رازول و سقوط دو بشقاب پرنده اشاره شد. در اون گزارش سازمان CIA به مرحوم رونالد ریگان توضیح میداد که بعد از اینکه بقایای این سفینه ها را جمع کردند، متوجه شدند که در داخل این دو بشقاب پرنده در یکی از اونها یک موجود فرازمینی به طور زنده تونسته که از این حادثه جون سالم به در ببره و بعد اونو انتقالش دادن به پایگاه هوایی رازول در نیو مکزیکو. در اونجا بودش که این موجود فرازمینی تونستش به وسیله تلپاتی با یک خانوم ارتباط برقرار کنه. نام این بانویی که توانسته بود با این موجود فرازمینی ارتباط تلپاتی و ارتباط ذهنی برقرار کنه، خانومی بود به نام ماتیلدا او دانل مکروی، یه همچین نامی که به نام ماتیلدا و پرونده ماجرای ماتیلدا این گزارش شهرت پیدا کرده. چندین سال پیش بود که این خانم تصمیم گرفت مجموعه گزارشات خودشو سرانجام بعد از اینکه دولت آمریکا پرده از حادثه رازول برداشت، این خانم هم تصمیم گرفت ارتباطات خودشو با اون موجود فرازمینی تبدیل به یک کتاب بکنه که نام این کتاب هم هست ملاقات با یک موجود فرازمینی یا مصاحبه با یک بیگانه، یکی همچین نامی داره، Interview with the Alien. ایشون با یک ویراستار، یک نویسنده به نام آقای لارنس آر اسپنسر تماس گرفت و مجموعه گزارشات خودشو تقدیم ایشون کرد. آقای لارنس آر اسپنسر هم مجموعه تمام این دست‌نوشته ها رو تبدیل به یک کتاب کرد که در نوع خودش بسیار محبوب و معروف شد و در ایران هم ترجمه شد. مجموعه اینا رو من براتون تصمیم گرفتم در چند قسمت آماده کنم که اگر موافق باشید با هم قسمت نخست و قسمت آغازین این کار رو میبینیم. چنانچه مایل بودید این سری کارها ادامه پیدا کنه، لطفاً در پایان ویدیو با پاسخ بله یا خیر منو راهنمایی کنید که آیا مایل هستین من ادامه این کار رو تولید کنم یا خیر. یکایی که شما عزیزانم رو دوست دارم، میبوسمتون و برایتون دلی شاد و پر از عشق آرزو میکنم. موفق باشید. دوستدار شما مهرزاد. جولای 1947 در نیو مکزیکو یک سفینه فضایی بشقاب پرنده سقوط کرد. من در اون زمان نرس پرواز در گروه بمب 59 نیروی هوایی بودم. از من خواسته شد به صورت اضطراری این خلبان وسیله نقلیه سقوط کرده رو معاینه کنم. زمانی که من با این فرازمینی روبرو شدم، دیدم او با انسانها فرق داره و هیچ کس قادر به ایجاد ارتباط با او نیست. وقتی خواستم او رو معاینه کنم، متوجه شدم او با تصاویر مغزی یا افکار تلپاتی با من ارتباط برقرار کرده. فوری این مطلب رو به موافق خود آقای کاوید اطلاع دادم و او بعد از مذاکره با مسئولین به من دستور داد با موجود فرازمینی به پایگاه برگردم. لازم به ذکر که در اون موقعیت من تنها زن موجود و تنها فرد غیر مسلح در اون محل بودم. امکان داره به همین دلیل موجود فرازمینی من رو برای ارتباط انتخاب کرده. از 7 جولای تا آگوست 1947 که موجود فرازمینی کالبد خود رو ترک کرد، من مأمور شدم تا همیشه همراه این فرازمینی باشم.
در معاینات پزشکی و یا بازدید مسئولین، همچنین سطح دسترسی امنیتی من و حقوقم برای این کار خارج از برنامه ارتقا پیدا کرد. سوال‌های گوناگونی از طرف ارتش و دیگر افراد مرتبط به من داده شد از فرازمینی سوال کنم. نام او ای بی ای بود. او برای ارتباط از تلپاتی استفاده می‌کرد. در ابتدا برای من نامفهوم بود، یعنی فقط تصاویر و احساسات رو به من منتقل می‌کرد. ولی بعد که اقدام به یادگیری سریع زبان انگلیسی کرد، قادر شد با تلپاتی نمادها و کلمات رو به ذهن من منتقل کنه. ای بی ای در حال حاضر در پایگاهی واقع در کمربند آستروئیدی در منظومه شمسی به عنوان مهندس، خلبان و افسر خدمت کننده دنیای مرکزیه. او دارای بدنی نحیف، قدی حدود 1 متر و سری بزرگ با چشمانی بسیار بزرگ بود. حس کردم روی چشماش لنز داره و طیف کاملی نور و امواج مغناطیسی برای او قابل دیدنه. در هر دستش 3 انگشت و در هر پا 3 انگشت داشت. بدن او نیاز به اکسیژن یا آب و یا هر نوع مواد غذایی خارجی نداشت. با انرژی داخلی خود کار میکرد. او به من گفت که بدن او یک ربات مکانیکی نیست، بلکه مستقیما به وسیله روح او به حرکت در میاد. به هر حال به نظر من بدن او بیولوژیکی نبود و نمیتونم اون رو زنده و دارای سلول بنامم. با پوستی نرم به رنگ خاکستری که نسبت به گرما و فشار اتمسفر قابلیت ارتجاعی داشت. اندام بسیار ضعیف بوده، هیچ حالت عضلانی هم نداشت. چون در فضا جاذبه صفره، برای حرکات مختلف مقدار کمی صرف انرژی کافی است. از شب قبل از شروع مصاحبه 12 مرد شروع به آماده کردن محیط اتاق مصاحبه با نصب چراغ‌ها، دوربین، میکروفون، ضبط صدا، 1 دستگاه ماشین تون‌نویسی و چند ماشین تحریر شدند. روز موعود تیمی مشتمل بر مترجمین زبان‌های خارجی، متخصص کشف رمز کدها، دکترهایی با تخصص‌های متفاوت و 1 پروفسور روانشناس برای راهنمایی من در مورد نحوه مطرح کردن سؤال و روند مصاحبه حضور پیدا کردند. من می‌دونستم که هیچ تبحری در ترجمه ندارم، ولی تنها کسی بودم که افکار این موجود فرازمینی رو حس می‌کردم. سوال‌ها به من داده شد و 1 افسر اطلاعاتی با دستگاه تون‌نویس در کنار من قرار گرفت. دستنویس رسمی مصاحبه، فوق سری. دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا، پایگاه رازول، گروهان بمب 509، مورخ 7/9/1947. آیا شما زخمی شده اید؟ خیر. چه کمک پزشکی شما نیاز دارین؟ آیا نیاز به آب، غذا یا نوع دیگر تغذیه هم داری؟ خیر. آیا شما نیاز به شرایط محیطی مخصوص داری، از قبیل حرارت هوا یا فشار هوا یا وجود مواد شیمیایی و یا تهویه و دفع گازهای زائد؟ نه، جنس من بیولوژیکی نیست. آیا بدن یا سفینه فضایی شما ممکن است حامل میکروب یا آلودگی باشه که به انسانها یا دیگر موجودات کره زمین آسیب برسونه؟ فضا عاری از هر گونه میکروب است. آیا دولت شما میدونه که شما اینجا هستین؟ در حال حاضر خیر. آیا دیگر هم نوعان شما برای یافتن شما خواهند آمد؟ بله. سلاح‌های مردم شما چه توانایی دارد؟ بسیار مخرب است.
متوجه نشدم جنس و یا نوع اسلحه اونها چیست، ولی حس کردم قصد بدی ندارن. چرا سفینه شما سقوط کرد؟ ساختار تخلیه الکتریکی رعد و برق در آسمان باعث شد کنترل سفینه از دست برود. سفینه شما به چه دلیل در این منطقه حضور داشت؟ ابرهای سوخته، تشعشعات رادیواکتیو، انفجار. سفینه شما چگونه پرواز میکنه؟ از طریق ذهن کنترل می شود و دستوراتی که با اراده داده می شود عمل می کند. ذهن و اراده تنها کلمات انگلیسی بودن که من می تونستم فکر کنم و بتونم اون رو معنی بکنم، ولی حس کردم که سفینه اونها مستقیم از اراده اونها دستور می گیره کنترل می شه. مردم شما چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنن؟ از طریق ذهن. آیا شما زبان نوشتاری یا تصویری هم داری؟ بله. شما از کدام سیاره آمده ای؟ از خانه، محل تولد، دنیای مرکزی. از اونجا که من ستاره شناس نیستم، راهی بلد نیستم که بتونم شرایط ستاره ها و کهکشان ها و موقعیت اونها رو تو فضا تصور کنم و موقعیت اون مکان رو نشون بدم، تصویری که من در مغز خودم دریافت کردم سیاره‌ای بود در میان کهکشان های عظیم که او خانه، محل تولد، دنیای مرکزی نامید. من میتونم به سادگی اون رو قلم رو بگم. به هر حال من مطمئنم که اون تنها یک کره یا منظومه ستاره‌ای یا خوشه‌ای از ستارگان نبود، بلکه شامل چندین کهکشان میشد. آیا امکان داره دولت شما نماینده‌ای برای ملاقات با رهبر ما بفرسته؟ خیر. شما از اومدن به زمین چه هدفی دارین؟ حفظ و حفاظت از مالکیت جهان مرکزی. در مورد دولت و تجهیزات ارتشی کره زمین چی دیدین؟ پست، کوچک، از بین برنده کره زمین. چرا مردم شما در مورد مردم کره زمین شما را آگاه نکردند؟ تماشا کردن بدون تماس، مراقبت بدون تماس. در ذهن من متوسل شد که اونها اجازه تماس با مردم زمین رو ندارن و فقط از ما مراقبت میکنن. آیا مردم شما در گذشته از زمین دیدار کردن؟ در زمانهای مختلف به طور مکرر مشاهدات داشتن. از کی شما زمین را میشناسیم؟ از زمانهای دور، قبل از وجود انسان. مطمئن نیستم کلمه ما قبل تاریخ بتونه گویا باشه، ولی از زمانی بسیار دور قبل از اینکه انسان تکامل پیدا کنه. از تاریخ تمدن بشر بر روی زمین چی میدونی؟ علاقه کم، توجه، زمان کوتاه. پاسخ این سوال برای من خیلی مبهمه، ولی به هر حال او علاقه زیادی به این مسئله نداشت که زمانی رو به اون اختصاص داده و به اون توجهی بکنه. آیا میتونی دنیایی رو که در اون زندگی میکنی برای ما شرح بدی؟ محل تمدن، فرهنگ، تاریخ، سیاره بزرگ، رفاه، منابع همیشگی، دستورات، قدرت، دانش، عقل، دارای دو ستاره و سه ماه. وضعیت توسعه و تمدن شما چگونه است؟ باستانی،
تریلیون ها سال، همیشه بالاتر از دیگران، پیشروی، طرح، برنامه، اهداف عادی، ایده ها و نظرها. من عدد تریلیون رو استفاده کردم چون مطمئن بودم رقمی بیش از چندین بیلیون بود، ولی مفهوم واحد زمانی که او میخواد در ذهن من متبصر بشه فراتر از تصور من بود. در مقابل واحدهای زمینی زمان میتونم بگویم بی نهایت ابد. آیا به خدا اعتقاد دارید؟ ما فکر میکنیم آن هست، باعث تداوم میشود همیشه. من مطمئنم که موجود فرازمینی کلمه خدا رو متوجه نشد، حداقل نه به اون مفهومی که ما به کار میبریم. من در ذهن خودم دیدم که مردم متمدن اونها همگی بیدین هستن و خود را خیلی سطح بالا معرفی میکنن و تصور میکنن، به خود افتخار میکنن. شما چه نوع جامعه ای داری؟ برنامه ریز، قدرتمند، کنترل کننده مسائل آینده، همیشه در حال رشد. اینها شبیه‌ترین کلماتی بود که من میتونستم برای توصیف این تصویر ذهنی به کار ببرم و احساسات او که به من منتقل میشد در زمان پاسخ به این سوال بسیار قوی و محکم، حاکی از شادی و غرور بود که البته منو عصبی میکرد. آیا فرم دیگری از حیات هوشمند غیر از شما در دنیا وجود داره؟ همه جا ما عظیمترین هستیم، برتر از همه هستیم. من مطمئن هستم منظور او بلندقدرترین یا بزرگترین اندازه نبود. مجدداً او افتخار میکرد به نژاد خود و این احساس به من منتقل میشد. این نتیجه اولین مصاحبه بود که پاسخها به اولین لیست سوالها تایپ شد و در اختیار افرادی که منتظر اون بودن قرار داده شد. این افراد حیرت زده شدن که من توانایی گفتن همه چیز به موجود فرازمینی رو داشتم. به هر حال بعد خوندن تمام جوابها اونها کمی ناامید شدن، چون من نتونسته بودم جوابها رو واضح و روشن درک کنم و تعداد زیادی سوال جدید و اساس جوابهای او طرح کردن. افسر مربوطه به من گفت که منتظر دستورات بعدی باشند و من ساعتها در دفتر مجاور به انتظار نشستم. من اجازه نداشتم با موجود فرازمینی مصاحبه کنم، ولی اجازه داشتم بخورم و بیاشامم و استراحت کرده و یا بخوابم و از امکانات نظافتی و دستشویی استفاده بکنم. بعد از اینکه لیست جدید سوالها برای من نوشته شد تا از موجود فرازمینی سوال کنم، مطلع شدم که نمایندگان دیگری از دولت و فرماندهان ارتش وارد پایگاه شدند. اونها به من گفتن که چندین نفر دیگه ممکنه همراه تو باشه و در اتاق مصاحبه و سوال کردن در مورد جزئیات رو در هنگام مصاحبه تسریع کنن. من هیچ تصویر ذهنی یا پیام یا احساسی رو حس نکردم. فرازمینی فقط رو صندلی نشسته بود و هیچ حرکتی نمی کرد. همگی از اتاق مصاحبه بیرون اومدیم. مأمور اطلاعاتی بسیار خشمگین بود. او من را متهم به دروغگویی کرد و گفت پاسخ سوالهای اولین مصاحبه را از خودم درآوردم. من این اتهام را رد کردم و گفتم نمیتونستم چنین کاری کنم و در نوشتن پاسخها صادقانه عمل کردم. کمی بعد همان روز اونها تصمیم گرفتن افراد دیگری را برای مصاحبه بفرستن. با سپاس و قدردانی از سرکار بانو خانم سلماز که زحمت انتخاب تصاویر و گفتار متن شخصیت ماتیلدا با ایشون بود. از این بانوی زیبا به شخص خودم حقیقتا تشکر میکنم، چرا که اگر کمک های ایشون نبود بنده به تنهایی قادر به ساخت این کار و این اثر نبودم.